خب یکی از مباحثی که الان مطرح کردی مسئله شکنجه است. در ایران به هر صورت ساواک اسمش با شکنجه همراه شده. سازمان اطلاعات امنیت کشور به هر صورت درست کارمندان بسیار زیادی داشته که نقشی در حفظ امنیت ایران داشتن، اما بخشهایی بودند که به هر نحوی دستی در بازجویی های خشن شکنجه داشتن و خب افراد مختلفی رو که در اون دوران شکنجه شدن خب خود من دیدم در زندان، برفرض طرف قبل از انقلاب زندان بوده، بعد از انقلاب هم زندان بوده و مقایسه حتی میکنن، میگن برای اون دوره به این نحو بود، در زندان خمینی این به این نوع شکنجه. مثلا یکی از شکنجه‌های مطرح به عنوان آپولو ازش اسم برده میشه که در به قول معروف کمیته مشترک یا حتی اوین استفاده میشده، گفته میشه. و کسی که به قول معروف در طول چند هفته اخیر اسمش مطرح بوده پرویز ثابتی هست. در سال 2006 نیویورکر یک مطلبی نوشت و اسمی از پرویز ثابتی هم برد در کنار آقای آهی و شما. این سوء تفاهم ایجاد شد که به هر نفع ایشون دارن با شما کار میکنن یا نمیکنن، ولی خب اون زمان هیچ پاسخی به قول معروف ما در رسانه ها ندیدیم که ببینیم دقیقا واکنش شما چی بوده، اگرم بوده خیلی گسترشی نداشته. الان بحث بر سر این هست که آیا شما در طول این همه سال که از انقلاب گذشته و از ایران خارج شدید هیچ ارتباطی با پرویز ثابتی داشتید یا نه؟ من یک بار توی جلسه ایشون رو دیده بودم در یه محفلی و یکی بار دو بارم یک گزارشاتی بود که یعنی اطلاعاتی بود که زمان جنگ علی خصوص اون اوائل از طریقشون مراجعه شده بود که به من اطلاع داده شد. بلا ایشون جزو کادر من نیستن. اگر سوال این هست، من مشاورینم همشون بین 90%شون بین سن 25 و 45 هستن و تک و توک هستن که از سن بالاتر و اصلا تو کار اطلاعاتی الان ما وارد نیستیم، برای که بیشتر شبکه های اجتماعی است و بیشتر اطلاعات از نوع فعالیت هاییست که جنبه نظامی اطلاعاتی و اون فرمی نداره که اصلا من محتاج یک مسئول اطلاعاتی باشم اونطوری که شنیدم گفته شده به هر حال. اما راجع به مسئله شکنجه، ببینید من شخصا اولا خیلی تأسف می‌خورم که این اتفاق افتاد و داره هر روز میفته تو کشورمون. و مقصر هر کی باشه، من اصولا شخصا مخالف سرسخت هر نوع شکنجه هستم، دلیلش هم به تو میگم. برای که شکنجه که برخلاف تمام اصول بشری است به جای خود، اما در خیلی از کشورها، خیلی از سازمانهای اطلاعاتی یا دولتهای مختلف بعضی وقتا سعی میکنند که توجیه بکنند که در بعضی موارد خاص شاید اجتناب ناپذیر باشه شکنجه. مثلا یک سناریوی، فرض بفرمایید که یه نفر رو شما گرفتید تو زندان هستش و میدونید که این آدم اطلاع خاصی داره از اینکه یک بمبی قراره در یک جا منفجر بشه و ممکنه چند صد هزار نفر کشته بشن. خیلی خوب، حالا از دار خارج نیست، یا در ظرف یک ساعت باید این اطلاعات از این آدم بگیرید و احتمالا جلوی یک اتفاق ناگواری رو بگیرید و بنابراین فقط میتونید از طریق شکنجه این اطلاعات رو بگیرید یا نه. اگه از من بپرسید، من در هر حال خواهم گفتش خیر، حتی اگه به قیمت این باشه که عواقب شکنجه باعث اتفاقات وخیم‌تر بشه. من اصولا، من که میگم نظر شخصی ما، من نمیتونم چنین چیز رو قبول کنم. چرا؟ به خاطری که حدش رو کی تعیین خواهیم کرد؟ چقدر میشه حد تعیین کرد؟ به محض که اصلش رو قبول بکنید دیگه تا تهش بس بدید، دیگه نمیتونی حد براش خالی بشید. حالا این آیا تو بدنه قوانین باید باشه؟ آیا این بایستی یه چیزی باشه که به هیچ وجه من از وجود جامعه نمیپذیره حتی اگه حاضر عواقبش رو قبول بکنه؟ یعنی آیا ما میتونیم نظام داشته باشیم که کوچکترین شکنجه قدغن خواهد بود؟ حتی اگه بدونیم که اگه یک روز یک تروریست، یک آدمی پیدا شد که ممکنه در نتیجه کارش خیلی ها از بین برن و فقط از طریق شکنجه میتونه اطلاعات رو گرفت، اون زمان توجیه چی بود؟ اون زمان توجیه سازمان امنیت در مورد بعضی فعالین بودن که کارهای خب به صلاح جنگ چریکی مسلح میکردن بر علیه حکومت، حالا بخشی سازمان مثلا فرض به مجاهدین بود، بعضی سازمان فدایان بود و غیره. به هر حال هر چی قدم میخوایم بگیم، حالا درسته که جنگ سرد و هزار جور مسئله بود، ولی با وجود این من نمیتونم توجیه بکنم، من نمیتونم قبول کنم و به هر حال این رو من شخصا محکوم میکنم و فکر کنم همه همیهنان من واسه این مسئله رو محکوم بکنن.
چون ما نمیتونیم اساس شکنجه رو در یک جامعه مترقی و پیشرفته و متمدن اصلا قبول بکنیم به عنوان یک اصل. حالا کی مقصر بود، کی نبود، چرا این اتفاق افتاد یا نیفتاد، اون امریست که باید بازگشت و پرسید. ولی اگه از من میپرسید، من نظرم این هست و به عنوان یک نسلی که کوچکترین مسئولیتی در این قبال نداشت، امیدوار هستم که نسل من و نسل بعدی بتوانیم کاری بکنیم که این اتفاق هرگز تو مملکتمون دیگه نیفته. در طول چند ماه گذشته یکی از مباحثی که خیلی تر شده بحث کنگره ملی، شورای ملی، آلترناتیو سازی و اتحاد یا ائتلاف نیروهای اپوزیسیون هست. چیزی که ما داریم میبینیم آنچنان شاید خیلی امیدوار کننده نباشه از یک منظر، ولی از یک منظر که بالاخره حساسیت ایجاد شده و آدم های مختلف دارن دور هم جمع میشن، خب این میتونه یک نکته مثبت باشه برای اون کسانی که دنبال در حقیقت جابجا کردن حکومت ایران هستن یا پیدا کردن جانشین. کنفرانس های داره تشکیل میشه، از جمله کنفرانسی که در واشنگتن تشکیل خواهد شد در ماه آوریل. اول شما تو این کنفرانس شرکت میکنید و یا اگر بخواید مثلا در کنفرانسی شرکت بکنید پیش شرط میگذارید یا نه به عنوان یک فعال حاضر میشید؟ ببینید، فعالیت های مختلفی در صحنه هست. ایده به این فکر هستن که سعی بکنن بستر این دیالوگ ها رو وسیع تر بکنن و صحبت بکنن که فکر میکنن این نوع کنفرانس ها بیشتر در اون جهت هستش، اونجا خود محفوظ. من شخصا توجهم بیشتر در تشکیل شدن یک نهادی است که بتونه عهده‌دار یک تقسیم بندی کار و یه مقدار چطور بگم هماهنگ ایجاد کردن در حرکت‌هایی که باز در ایران اتفاق بیفته در جهت همین خواست جمعی که فکر کنم اکثر طیف‌های سیاسی به مهم رسیدن، اونم خواست برگزاری انتخابات آزاد است. بنابراین من فکر کنم بهتره تقسیم کار بکنیم، یا میتونم برم توی کنفرانس ها شرکت کنن، نظر بدن، پروژه بدن، بسیار خوب، مایلی نداره. من تمرکزم رو شخصا بیشتر بودم در اون جهت، چون خیلی ها به من مراجعه کردن به عنوان نیازمندی که در ارتباط با چنین چیزی در صحنه ماهاست که مطرح هست، و بنابراین بیشتر تمرکزم رو روی این کار گذاشتم با گروه های مختلف سیاسی اپوزیسیون در درون و خارج و البته شخصیت های منفرد موجه ملی که میتونن در بخش های مختلف کمک بکنن، چه از نظر فرهنگی، اقتصادی، علمی و دیگران. با این تقسیم کار ما زودتر خواهیم رسید به این مجموعه و البته خب من لاغر سعی کردم با کمک دوستان به شکل بسیار شفافی به این قضیه برخورد بکنیم. من فکر کنم امروز دیگه در عصری زندگی میکنیم که باید همیهنانمون کاملا در جریان تمام این اقدامات باشن. قضیه پیچ کردن پشت درهای بسته نیست، قضیه از قبل یک توماری بستن و به جامعه تحمیل کردن هم نیست. من شخصا دعوت میکنم از اینکه افراد بیان نظر بدن روی پروژه ها، چون فکر کنم باید چیزی باشه که خودشون از روز اول دخیل درش ببینن و یه دو صاحب برنامه به نوعی. اتفاقا جای دوری ننیم، من همین کار رو در مورد شکایت نامه هم انجام دادم. نمیدونم تا جدی خود شما در جریان بودید، من میتونستم خب این نامه رو تهیه کنم و بفرستم، ولی که کاری که کردم این رو گذاشتم اتفاقا تو همین فضای مجازی، اتفاقا یه دو ماهی در فضای اینترنت بوده، روی بالاترین بوده به طور مثال، و بیش از 5300 خورده ای عکس‌العمل رو به اصطلاح کامنتری گرفتیم. من جمله بعضی از شخصیت‌های حقوقدانمون مثل آقای مصطفی که ایشون هم استقبال کردن و کمک کردن با یه تیمی از حقوقدانان که خب در تهیه این مدرک پیش بره، خب همین اصل رو، همین پرنسیپ رو حتی در ارتباط با یک طرح پیشنهادی تشکیل یک نهاد ملی به عنوان یک شورای ملی ایرانیان مطرح شده که چیزا قایمی نیست، یعنی تقریبا میشه گفت چندین نسخه تا به حال این مسئله تجدید نظر شده، اصول مختلفی بهش اضافه شده، کم و زیاد شده به خاطر که بهتر بتونیم به یک توافق جمعی برسیم. این کاری بوده که علی خصوص در این چند ماه من به شخصه دنبال کردم با همکاری سایر نیروها برای که زودتر بتونیم برسیم به چنین تشکلی. البته در باز هست به هر کسی که در ارتباط با اصولی که در اونجا مندرج هست هم نظر باشه، همگام باشه و به هر حال یک مسئله رو در واقع میخوام بگم خطکشی خیلی مشخصی در یه مورد به خصوص انجام بدیم، با اونم در ارتباط با یک آلترناتیو سکولار هستش. اینو از این بابت میگم برای که نه وقت داریم تلف کنیم، نه میخوایم به قول معروف شتر سواری دولا دولا بکنیم.
اساسا برمیگرده به حرکت اصلاح طلبی در ایران. خیلی از نیروهای اصلاح طلب هستن که به این نتیجه رسیدن که این نظام به هیچ طریق قابل اصلاح نیست و به همین دلیل هم بود که در آخرین انتخابات هم حتی شرکت نشده و بیشتر تحریم شده. چرا؟ چون دیگه اعتقادی نیست و باوری نیست که این رژیم قابل اصلاح باشه و نهایتاً باید یه پا فراتر از این رژیم پیش بریم. بنابراین تمام کسانی که امروز میخوان در این جهت با ما هم سو بشن کاملا میتونیم با هم همکاری داشته باشیم. اما اگه هستن تعدادی که همچنان میخوان در قالب این حکومت و همون قانون اساسی و همون نظام باقی بمونن، نه حرفی بهشون داریم بزنیم نه بحثی باشون داریم. از این لحاظ میخواستم یه مقدار مشخص باشه که مخصوصا چی میگیم. منتها مبنا رو گذاشتیم خواست برگزاری انتخابات آزاد و رسیدن به شرایط برگزاری انتخابات آزاد در ایران که به نظر من یک اصلی است که بر مبنای این هستش که خب انتخابات و صندوق رأی به عنوان حاکمیت صندوق رأی. البته سوال میشه مگه این رژیم امکان برگزاری انتخابات آزاد رو خواهد داشت؟ قطعا خیر. به همین دلیل هست که بایستی در یک فرایند نافرمانی مدنی و بدون از خشونت بتونیم نهایتا این خواسته خودمون رو بهش برسیم و اینجاست که میتونیم از خودی و از جهانیان انتظار داشته باشیم که حمایت خودش رو به این برنامه بدن.